مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی بپردازیم که یکی از جنایتکارهای نظام کثیف آخوندی هست و نام او برای بسیاری از کارکنان شریف مخابرات این استان آشناست. بهمن اسماعیل زاده وی در سال 1388 با حکم رضا تقی‌پور وزیر وقت ارتباطات و فناوری به مدت 2 سال به مدیرعاملی مخابرات استان منصوب میشه، اما وی شاید تنها فردی باشه که 9 سال در این سمت باقی مونده. سوال این است که چرا؟ اما جواب بسیار روشن است، چون ایشون با سپاه پاسداران روابط حسنه داره و اگه در این باره هم شما اطلاعاتی دارید حتما برای ما بفرستید. کارگران و کارکنان شرکت مخابرات استان مدت‌ها به دلیل عدم پرداخت حقوقشان در اعتراض بودند و حتی در مقابل مجلس آخوندی نیز تجمع کردند و خواستار رسیدگی شدند. برخی نماینده‌های مجلس هم در فشار اعتراضات مجبور شدند یک نامه به همین اسماعیل زاده بنویسند و در واقع اعتراض کارگران را از سر خودشون وا کردند. جواب اسماعیل زاده به این موضوع چی بود؟ ادعای این کارگران دروغه و اونا اصلا قراردادشون تموم شده و یک ماه هم کاری نکرد که ما بهشون حقوق بدیم. و اما چند نمونه از جنایتهایی که همین فرد یعنی اسماعیل زاده مرتکب شده. دردناکترش تصویر خانومیه که میز کار او رو جمع کردن و به اتاق کارش راش ندادن، خانومی به اسم سعیدی از کارکنان مخابرات آذربایجان غربی. همین یک نمونه کافیه که شما پی ببرین این فرد یعنی اسماعیل زاده چقدر جنایتها کرده. داستان از این قرار بوده که چند ماه قبل از عید 97 خانم سعیدی کسی که پیگیر حق و حقوق نیروهای شرکتی بوده رو اخراج میکنه و با فشاری که به وی میارن در همون محل کارش که مرکزی در ارومیه بوده سکته میکنه و نیمی از بدنش هم فلج میشه و 2 تا 3 هفته هم ایشون تو بیمارستان